سلام، خوش اومدین. امروز میخوام یک مثال بسیار قشنگ و هیجان انگیز اما یه خورده سخت رو حل بکنم. البته نترسین، با هم آروم آروم پیش میریم. و اون مثال هم مثال در حقیقت مشارکت در یک پروژه عمومی هست و این چیزیه که دیگه حتما همتون باهاش سر و کار داشتید یا حداقل داستانش رو شنیدید. داستان هم از این قراره که در یک آپارتمان که 10 خانوار زندگی میکنن، قرار هست که این 10 خانوار با هم یک تغییری در آپارتمان بدن و برای اینکه این تغییر صورت بگیره، حداقل 5 خانوار باید حاضر باشن مبلغ 10,000 تومان پول بدن. خب حالا خیلی هم زیاد نیست پولش. پس اگر حداقل 5 خانوار یا بیشتر 10,000 تومان پول بدن، اون پروژه در اون خونه انجام میشه. خب حالا ما میخوایم این بازی رو تحلیل بکنیم. به چه دلیل من میگم این بازی، یعنی داستان بازی بودنش از کجا میاد؟ چند لحظه صبر کنید میبینیم. خب من امیدوارم که شما این تجربه بدی در مورد این بازی نداشته باشید، اما من خودم یک بار این تجربه رو ما داشتیم در خانوادمون که اون آپارتمانی که هستین ممکنه یکی از خانوارها یا چند تا از خانوارها فکر کنن که خب بقیه این پولو میذارن و چون حداقل 5 نفر کافیه، چرا ما بذاریم؟ اون 5 نفر میتونه 1 نفر دیگه باشه. پس بیایید ما این رو به صورت خیلی کلاسیک، به صورت بازی تعریف بکنیم تا ببینید که این نظریه بازی ها واقعا چقدر پدیده جالبی هست. خب پس عنصر اول بازی که بازیگرها هستن در اینجا مشخصن 10 خانواده. 10 خانوار بازیگرهای بازی هستند. عنصر دوم بازی که عملها یا اکشنهای بازیگرها هست چی هست؟ خب اینو دیگه باید خودتون چند لحظه فکر بکنید. میتونید این ویدیو رو متوقف بکنید و ببینید که عمل هر بازیگر چی هست؟ این که مشارکت بکنه یا مشارکت نکنه دیگه. یعنی من میتونم یا 10,000 تومان پول رو بدم یا 10,000 تومان پول رو ندم. یعنی ما امشب جمع شدیم در خونه رئیس آپارتمان و من میتونم 10,000 تومان رو بدم یا ندم. من اسم 10,000 تومان رو دادن میذارم C به معنی contribute، یعنی contribute کردن، و اسم 10,000 تومان رو ندادن میذارم D. خب حالا این دی رو فرض کنیم از defect میاد، ولی مهم نیست. پس این یعنی مشارکت کردن، این یعنی مشارکت نکردن. خب خیلی هم خوب. حالا باید بریم سراغ ترجیحات. و خب بازی یک نکته دیگه ایرم به ما گفته و اون اینه که اگر پروژه انجام بشه، سودش برای هر خانواده، یعنی ارزشی که انجام اون پروژه برای هر خانواده داره، 15,000 تومان است. یعنی بیشتر از هزینش برای همون خانواده هایی که مشارکت هم کردن است. خب حالا من باید ترجیحات رو تعریف بکنم. این آخرین بخشی از بازیه که اگر ما تعریف بکنیم، عملا بازی رو دیگه 90%ش رو حل کردیم. خب من فقط یک قانون دیگه بازی رو هم بگم و یک قانون بسیار مهم بازی این هست که اگر شما یک پولی رو بدید و پروژه انجام نشه، به این معنی که کمتر از 5 نفر در نهایت پول بدن، پول پس داده نمیشه. یعنی رئیس آپارتمان این پول رو جمع میکنه و مثلا میره سر یک چیز دیگه خرج میکنه که اون چیز برای شما هیچ اهمیتی هم نداره. پس پولها پس داده نمیشن، در حقیقت نان ریفاندبل. خب این هم یک قانون خیلی مهمی که در بازی هست. خب حالا بیایید ترجیحات رو ببینیم. بیایید از نگاه یکی از خانوارها، مثلا خانواده من، خانواده اول، به این داستان نگاه بکنیم. من خودم 2 تا کار میتونم بکنم، یکی این که مشارکت بکنم یا یکی این که مشارکت نکنم. پس در حقیقت بذارید من یک اکشن پروفایل این بازی رو بنویسم. اکشن پروفایل بازی یک چیزی این شکلیه، مثلا من مشارکت بکنم، خانواده دوم مشارکت بکنه، خانواده سوم نکنه، خانواده چهارم نکنه، دیگه مهم نیست اینها، و تا خانواده دهم که مثلا مشارکت بکنه یا نه. این یک اکشن پروفایل این بازیه. خب یعنی هر خانواده چه تصمیمی بگیره. و خب میتونید شما پیدا بکنید که ما چند تا اکشن پروفایل ممکن داریم. خیلی زیاد میشه چون هر بازیگر 2 تا حالت داره و 10 تا بازیگر داریم، یعنی 2 به توان 10 حالت. اگرم
نمیدونید، میتونید بهش فکر بکنید ببینید چرا این شد 2 به توان 10. و خب تحلیل بازی ممکنه بگیم خیلی سخت میشه، چون من میخوام مطلوبیت هر بازیگر رو، یعنی من میخوام مثلا یو 1 رو به ازای هر کدوم از این اکشن پروفایل ها حساب کنم و 2 به توان 10 تا که خیلی زیاده. خب چیکار بکنیم؟ باید کمی دقت بکنیم به این بازی. دقت ما هم اینجا به کار میاد که برای من بازیگر یک، من یک خانواده، اصلا اهمیتی نداره که کدوم خانواده مشارکت میکنه و کدوم نمیکنه. برای من چیزی که اهمیت داره اینه که چند خانواده مشارکت میکنن و آیا پروژه انجام میشه یا نمیشه. یعنی در نهایت برای من فقط همین مهمه که آیا پروژه انجام میشه یا نمیشه و چند خانواده مشارکت کردن. خب بنابراین من اگر در پروژه مشارکت بکنم، یعنی من 30 بازی بکنم و پروژه انجام بشه، این تیک من یعنی پروژه انجام بشه، سودی که من به دست میارم چقدر هست؟ در حقیقت U1 یعنی سود بازیگر اول از مشارکت و انجام شدن پروژه چقدره؟ اگر انجام بشه من به اندازه 15,000 تومان سود میکنم، اما 10,000 تومان هم خرج کردم چون مشارکت داشتم در پروژه، در نتیجه سود نهایی من میشه 5,000 تومان. درسته؟ 15,000 تومان سود انجام شدن پروژه، 10,000 تومان هم خرجی که خودم کردم. خب یک حالت دیگه اینه که من مشارکت نکنم و پروژه انجام بشه. در حقیقت U1 مشارکت نکردن و انجام شدن پروژه رو من میخوام حساب بکنم، یعنی 5 نفر دیگه این پول رو بدن، که این حالت میشه 15,000 تومن منهای 0 که میشه 15,000. یعنی من به اندازه کل سود انجام شدن پروژه سود میکنم و هیچ خرجی هم نکردم، خیلی خوشحال میشه. حالت بعدی اینه که من مشارکت بکنم در پروژه ولی پروژه انجام نشه، یعنی کمتر از 4 خانواده دیگه مشارکت کنن که با من تعدادمون در مجموع کمتر از 5 نفر بشه. در این صورت سودی که من به دست میارم از مشارکت کردن و انجام نشدن پروژه برابر هست با 0، یعنی من انجام نشدن پروژه که سودش 0 منهای 10,000، چون پول من رو هم طبق این قانون به من پس نمیدن. پس من منفی 10,000 میشه سودم و در نهایت اگر من مشارکت نکنم و پروژه هم انجام نشه، اتفاقی که میفته اینه که من مشارکت نکردم، پروژه هم انجام نشده، اتفاقی که میفته اینه که من 0 تا سود میکنم به خاطر انجام نشدن پروژه و 0 تا هم ضرر میکنم چون هیچ مشارکتی هم نکردم و هیچ خرجی نکردم و در مجموع سودم 0. خب خیلی هم خوب، حالا من میتونم ترجیحات رو خیلی واضح تعریف بکنم. چرا؟ چون به وضوح برای من بازیگر اول این از همه مطلوب تره، یعنی این گزینه اول منه چون 15,000 تا سود میکنم، این گزینه دوم منه چون 5,000 تا سود میکنم، این آخری گزینه سوممه چون 0 تا سود میکنم و این سومی که من مشارکت بکنم، یعنی 10,000 خرج بکنم و پروژه هم انجام نشه، دیگه از این بدتر نمیشه، گزینه آخر منه. به ترتیب من این عددهایی گذاشتم، ترجیحات هر خانوار هست نسبت به حالتهای مختلفی که ممکنه پدید بیاد. خب برای تحلیل تعادل نشه این بازی، بذارید من این بالا رو یه خورده پاک بکنم، امیدوارم که دیگه اینها نخوام ازشون استفاده بکنم یا اینکه شما یادتون باشه. خب تعادل نشه این بازی چه شکلی خواهد بود؟ ما دنبال یک اکشن پروفایل آستاره‌ای هستیم که در اون هر بازیگری یکی از 2 عملی که ممکنه رو انجام میده، یعنی هر خانواده یا 30 بازی میکنه یا 20 بازی میکنه و هیچ کدوم از بازیگرها با تغییر بازیشون نمیتونن سود بکنن. خب یعنی این تعریف تعادل نشه دیگه، هیچ کدوم از بازیگرها با تغییر بازیشون نمیتونن سود بکنن. خب در یک چنین بازی هایی ما باید یه خورده ایده بزنیم و بیایم ببینیم که اصلا تعادل نش حالت های ممکنش چیه. ببینید الان در این بازی بازیگرها کاملا متقارنن، یعنی یک خانواده با یک خانواده دیگه فرقی نداره برای من و در حقیقت
تعادل نشه بازی من صرفا به من میگه که چند تا بازیگر مشارکت کردن، یعنی مثلا میگه 7 تا خانواده پول دادن یا مثلا 3 تا خانواده پول دادن و این تعادل نشه. خب پس ما میخوایم چیزی رو تحلیل بکنیم از این جنس که کی خانواده مشارکت کردن، یعنی 30 بازی کردن، که کی هم یک عددی هست بین 10 و 0، یعنی 0 خانواده، 1 خانواده تا 10 خانواده مشارکت کردن در پروژه. خب و ما میخوایم همه این حالتها رو بررسی بکنیم و ببینیم که آیا هیچ کدوم از این حالتها هست که تعادل نش باشه و اصلا چند تا از این حالتها ممکنه که تعادل نش باشه. خب اگر گیج شدید چند لحظه صبر کنید، الان قشنگ با هم ادامه میدیم. خب بذارید من از این عدد بالای بالا شروع کنم. فرض کنید که هر 10 خانواده 30 بازی کنن، یعنی اکشن پروفایل ما باشه 30 و 30 و 30 و تا 10 هم 30 بازی بکنن، یعنی همه مشارکت بکنن و 10,000 تومن رو بدن. خب حالا سودی که همه دارن، مثلا بازیگر یک سودی که داره به دست میاره چقدر هست؟ بازیگر یک الان داره 30 بازی میکنه، یعنی 10,000 تومن پول میده و پروژه هم داره انجام میشه چون بیشتر از 5 نفر مشارکت کردن، پس ما اینجا هست در این نقطه. بنابراین سود بازیگر یک از این اکشن پروفایل برابر 5,000. خب چون اینجا سودش 5,000. حالا با من بگید آیا بازیگر یک انگیزه برای تغییر بازیش داره یا نه؟ یعنی اگر بازیگر یک بیاد بازیش رو از C ببره به D چه اتفاقی میفته؟ پروژه های انجام میشه یا نه؟ آره، یعنی با فرض ثابت بودن بازی بقیه پروژه هنوز هم انجام میشه چون 9 نفر دیگه دارن مشارکت میکنن. بنابراین سود بازیگر یک از این اکشن پروفایل جدید که من اسمش رو میذارم A پریم یا A پریم، این برابر میشه با 15,000. خب چون میاد به این حالت، یعنی حالا میتونه خودش مشارکت نکنه و پروژه هم انجام بشه. پس بازیگر یک با تغییر استراتژی خودش سودش بیشتر شد و بنابراین این کاموساوی 10، یعنی 10 نفر مشارکت بکنن، تعادل نش نمیتونه باشه. خب خیلی واضح بود دیگه. خب بریم سراغ یک حالت دیگه. فرض کنید کاموساوی باشه با 9، در این صورت ما همین استدلال رو دوباره خواهیم داشت، یعنی فرض کنید 9 نفری که مشارکت میکنن 9 نفر اول باشن و سی و دی این نفر دهم هست، خب که مشارکت نمیکنه. در این صورت باز هم بازیگر یک با تغییر بازی خودش میتونه از 5,000 سودش رو برسونه به 15,000. یعنی هر بازیگری که داره مشارکت میکنه الان این انگیزه رو داره که بازیش رو تغییر بده، چون میدونه که اگر بقیه بازیشون رو ثابت نگه دارن کماکان پروژه انجام میشه و اون میتونه سودش رو بکنه 15,000. بنابراین این هم تعادل نش نمیتونه باشه و همینجوری شما میتونید نشون بدید که کا مساوی با 8 یا 7 یا 6 هیچ کدوم نمیتونن تعادل نش باشن، چون حتی در حالت 6 هم هر کدوم از بازیگرهایی که دارن مشارکت میکنن این انگیزه رو دارن که دیگه مشارکت نکنن، چون با 5 نفر هم پروژه انجام خواهد شد. اما حالت کا مساوی با 5 یک حالت خاص هست. چرا؟ فرض کنید که 5 تا از بازیگرها دارن 30 بازی میکنن، مثلا بازیگر اول و سوم و چهارم و پنجم و مثلا دی و هفتم و بقیه دارن دی بازی میکنن، یعنی 8 و 9 و 10 دارن دی بازی میکنن. فرض کنید این اکشن پروفایل کاموسایی با 5 باشه. خب هیچ فرقی نداره که اینهایی که 30 بازی میکنن کیا باشن. در این شرایط هر کدوم از این بازیگرهایی که دارن 30 بازی میکنن دارن 5,000 تا سود به دست میارن و هر کدوم از این بازیگرهایی که دارن دی بازی میکنن دارن 15,000 به دست میارن، چون پروژه داره انجام میشه. خب حالا این بازیگرهایی که دارن 30 بازی میکنن اگر بازیشون رو عوض بکنن و برن به دی هر کدوم، اون وقت تعداد بازیگرهایی که دارن بازی رو انجام میدن میشه 4، یعنی دارن مشارکت میکنن و پروژه انجام نمیشه. خب پس سودی که اون وقت اینها این بازیگری که بازیش رو برده به دی به دست میاره میشه U1 دی و
انجام نشدن پروژه، یعنی این حالت، یعنی صفر. بنابراین این بازیگر انگیزه ای نداره، چون سودش رو نمیخواد از 5000 بکنه به صفر. خب پس بازیگرهایی که دارن 30 بازی میکنن هیچ انگیزه ای ندارن که بازیشون رو عوض بکنن، چون اگه بازیشون رو عوض کنن پروژه دیگه انجام نمیشه. بازیگرهایی هم که دارن دی بازی میکنن که دارن خب سود 15000 به دست میارن، پروژه هم داره انجام میشه و اونا هیچ انگیزه ای ندارن دیگه مشارکت کنن. وقتی داره پروژه انجام میشه من چرا برم مشارکت بکنم؟ بنابراین هیچ بازیگری در اینجا وجود نداره در حالت کاموسای و پنج که بخواد بازیش رو عوض بکنه، و بنابراین کاموسای و پنج یک تعادل نش این بازی هست. خب ما الان از 10 تا 5 رو تحلیل کردیم، بذارید من اینجا رو پاک بکنم، و نشون دادیم که تنها حالتی که میتونه تعادل نش باشه حالت کاموسای با 10 هست. من اینجا رو پاک کردم، حالا مهم نیست. ما فقط نشون دادیم، یعنی ما نشون کاموسای با 5 هست، ببخشید، ما نشون دادیم که 10 و 9 و 8 و 7 و 6 نمیتونن تعادل نش باشن. حالا میتونیم بریم سراغ کاموسای با 4. ببینید اینو دیگه من خیلی سریع میگم که این ویدیو هم طولانی نشه و خودتون هم کمی بیشتر فکر بکنید. در حالت کاموسای با 4 ما دو دسته بازیگر داریم، اونهایی که دارن مشارکت میکنن، اونهایی که دارن مشارکت نمیکنن. خب اونی که مشارکت داره میکنه، خب چه اتفاقی داره میفته؟ اتفاقی که داره براش میفته اینه که الان داره پروژه انجام نمیشه، اون هم داره مشارکت میکنه، یعنی در این حالت خیلی بد اینجاست، یعنی سودش منفی 10000 هست. خب این الان خیلی بد. در این صورت این بازیگر انگیزه داره که بازیش رو ببره به دی، یعنی مشارکت نکنه. خب و در این شرایط سودی که به دست میاره صفره، یعنی از منفی 10000 رسید به صفر. پس همه این بازیگرهایی که دارن مشارکت میکنن انگیزه دارن که بازیشون رو عوض بکنن، پس این نمیتونه یک تعادل نش باشه. خب این خیلی ساده ما نشون دادیم، یعنی چون در تعادل نش حتی یک بازیگر هم نباید انگیزه برای تغییر داشته باشه. به همین ترتیب شما میتونید 3، 2 و 1 رو هم نشون بدید، یعنی نشون بدید که امکان نداره که 3 بازیگر، 2 خانوار یا 1 خانوار مشارکت بکنند، چون در این صورت اینهایی که مشارکت میکنن میبینن ای پروژه که انجام نمیشه، پس بذار ما مشارکت نکنیم تا حداقل پولمون از دست نره. اما در این حالت هم حالت کاموسای با 0 یک حالت جالبه. کاموسای با 0 یعنی هیچ کسی مشارکت نکنه، یعنی هیچ خانواری پول نده، و این به وضوح یک تعادل نش هست. چرا؟ چون هر خانوار اگر بازیش رو عوض بکنه تنها اتفاقی که میفته اینه که 10000 تومان پول از دست میده، چون پروژه با بازی با مشارکت یک خانوار انجام نمیشه. بنابراین هیچ خانواده ای انگیزه نداره بازیش رو عوض بکنه و بنابراین این هم یک تعادل نش هست. بنابراین ما دو تا تعادل نش تونستیم برای این بازی کشف بکنیم. یکی تعادلی بود که 5 خانوار مشارکت بکنن و یکی دیگه این که هیچ خانواری مشارکت نکنه، و این 5 هم که یادتون هست از کجا اومد. ما حداقل 5 خانوار لازم داشتیم برای اینکه پروژه انجام بشه. در این حالت پروژه انجام میشه و در این حالت پروژه انجام نمیشه، و در حقیقت نظریه بازی ها داره برای ما پیش بینی میکنه که یکی از این دو حالت رخ میده، یعنی یا حداقل 5 خانوار دقیقاً 5 خانوار مشارکت میکنن در این بازی، یا اینکه هیچ کس مشارکت نمیکنه. خب خیلی هم خوب، ممنون از اینکه این ویدیو رو با من همراه بودید. فعلا خداحافظ.